سلام، بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدانپناه به همراهی همکارانم با شما هستیم. کمپینی در حمایت از آزادی برادران افکاری سازماندهی شده که در این رابطه با میهمان برنامه نوشین کدخدایی، فعال کمیته بین المللی علیه اعدام، گفتگو میکنیم. ضمن خوش آمدگویی به ایشون، ممنون که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتیم. با سلام به شما، همکارانتون و بینندگان محترم. چه نهاد و کمیته هایی در سازماندهی کمپین همکاری داشتن؟ خب من با یه توضیح کوتاه با چرایی شروع این کمپین آغاز میکنم صحبتام رو. همینطور که میدونید نوید افکاری علارغم اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ایران سال گذشته اعدام شد و اکنون پس از 8 ماه که از اعدام نوید افکاری میگذره، دو برادر دیگر او، حبیب و وحید افکاری، با حکمهای طویل المدت زندانی و شکنجه‌های روحی و جسمی در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز در انفرادی محبوسند. پس از انتشار خبر تهدید برادران افکاری که توسط مسئولان ظالم نظام این تهدید به مرگ صورت گرفته بود برای وحید، وحید افکاری یک فایل صوتی رو منتشر کرد و به مردم گفت که من بیگناهم و از مردم کمک خواست. خب در پاسخ به این درخواست وحید افکاری، سه نهاد کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی برای دفاع از وحید و حبیب، این کمپین رو تشکیل دادن و که هدفش زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای آزادی بی قید و شرط این دو فرده و همچنین پایان دادن به وضعیتشون در زندان. تا کنون چه اقداماتی برای پیشبرد این کمپین صورت گرفته؟ خب ببینید، این کمپین در این مدت زمان کمی که شروع به کار کرده اقدامات بسیاری رو صورت داده که من حالا به صورت تیتروار به چند تا از اونها اشاره میکنم. تا کنون این کمپین 5 اطلاعیه صادر کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی این نهادها به اطلاع عموم رسیده. در طوفان توییتری که روز 19 اردیبهشت برای دفاع از برادران افکاری صورت گرفت، این کمپین حمایت کرد و فراخوان داد برای تمام عموم مردم که در این طوفان توییتری شرکت بکنند و که هشتگ سیو افکاری برادرز به ترند اول توییتر فارسی تبدیل شد. در ادامه برنامه هایی که داشته این کمپین، 16 می کنفرانس آنلاینی با حضور شیوا محبوبی، مینا احدی، زرتشت احمدی راقب و حسن نایب هاشم به وقت ساعت 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی برگزار میشه که این برنامه به صورت زنده از صفحه فیسبوک و یوتیوب علیه اعدام پخش خواهد شد که من همینجا از تمام بینندگان دعوت میکنم که حضور داشته باشند در این کنفرانس آنلاین. اقدام دیگه اینه که نامه‌ای به زبان انگلیسی برای سازمان‌های بین‌المللی در دست نگارشه که وضعیت برادران افکاری توضیح داده بشه و در این خصوص 21 می دوستان ما در کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حسن صالحی، هرمز رها و زرقام اسدی دیداری خواهند داشت با وزارت امور خارجه سوئد و در رابطه با این برادران صحبت خواهند کرد و مصاحبات مختلفی از این سه نهاد با رسانه ها داره صورت میگیره و همچنین در حال انجامه. اما مورد دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم و مورد بسیار مهمی است اینه که روز شنبه 22 ماه می برابر با اول خرداد 1400 از طرف این کمپین به عنوان روز جهانی دفاع از برادران افکاری اعلام شده و
از همه دعوت شده که به تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف دنیا برای جلب توجه جهانیان به شرایط اسفبار این دو زندانی پرداخته بشه و ما همه جا خواهان آزادی اونها بشیم. و من اینجا میخوام بگم که در اخباری که همین امروز به دست ما رسید با این فعالیت کوتاهی که از شروع این کمپین میگذره، برادران افکاری از بند عبرت منتقل شدن به بند دیگری و امکان ملاقات با خانوادهشون خوشبختانه فراهم شده و امیدواریم که این تلاش ها ادامه پیدا بکنه، کمپین جلو بره تا آزادی بی قید و شرطشون. چقدر حمایت اقشار مختلف مردمی در به ثمر رسیدن این کمپین موثره؟ ببینید، هدف این کمپین در از مشارکت مردم برای نجات جان برادران افکاریه. وقتی که چنین کمپین هایی به راه میفته، در کنار حمایت مردم این کمپین ها معنی پیدا میکنن و به ثمر میرسند. ببینید، ما متاسفانه با رژیمی طرف هستیم که در سالهای اخیر جزو 5 کشور اول در رابطه با آمار اعدام بوده و سال گذشته رتبه دوم اعدام رو داشته و هیچ در جهان این رتبه رو داشته و هیچ ابایی نداره از این اعدام، این قتل عمد دولتی که صورت میده، چرا که یه حربه در دستش برای سرکوب مردم. اما ما باید بدونیم که این سیاست یک سیاست شکست خورده است برای جمهوری اسلامی، چرا که هر روز داره به خانواده دادخواه ها اضافه میشه. ما صحبت های مادران دادخواه، خانواده های دادخواه رو که میشنویم، میبینیم که به بچه هاشون افتخار میکنن و میگن ما دنبال روی راه اونا هستیم، در حالی که دادخواه هستیم. چند روز پیش تولد مصطفی کریم بیگی بود، من به صحبت های مادر شهناز اکملی که گوش میدادم میگفت که من افتخار میکنم که همچین پسری داشتم، همچین پسری دارم و ادامه میدم راهش رو و دادخواه هستم. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، افتخار میکنه و همچنین بقیه خانواده های دادخواه و همچنین خانواده خود نوید افکاری که نوید قهرمان رو معرفی کردن به دنیا. در خانواده افکاری ما میبینیم که یک پسر کشته شده، دو پسر دیگه در زندان هستن و به حکم دادخواهی برادرشون و حمایت از برادرشون، خواهر دیگرشون الهام افکاری، سعید افکاری برادر دیگرشون، در خارج از زندان همچنان دادخواهن و دارن حمایت میکنن و چه ظلم هایی که داره به این خانواده میشه. اما ما باید، مردم نباید فراموش بکنن که برادران افکاری در ادامه سیاست جمهوری اسلامی که یک گروگانگیری هست برای سکوت خانواده ها در زندانن و یادمون باشه که این برادران به خاطر مردم و علیه این حکومت الان در زیر شکنجه هستند. اینا اومدن برای مطالبات حق مردم، برای اعتراض به فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، برای سرکوبی که جمهوری اسلامی داده بود، الان در زندان هستن. پس ما، این وظیفه تمام ماست که کنار اونها بایستیم، برای آزادیشون در کنار خانوادهشون تلاش بکنیم. و من همینجا از همه مردم آزادی خواه ایران، همه خانواده های دادخواه، سازمان های بین المللی و سازمان های مدافع حقوق انسانی میخوام که از ما حمایت بکنن، از این کمپین حمایت بکنن و از تمام فعالین سیاسی، مدنی، خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی میخوام که به این کمپین بپیوندن، چرا که با وجود این کمپین یک اتحاد و یک پارچگی ایجاد میشه و ما دیدیم هر وقت که اتحادی بوده، یک پارچگی بوده، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده. و وقتی ما بتونیم صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم، همین باعث میشه که جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه. شما ببینید، نوید رو کشتن ولی براشون هزینه های بسیاری رو داشت. نوید به عنوان یک قهرمان در دل مردم جا گرفت، در جامعه بین الملل شناخته شد. الان ما دیدیم فدراسیون جدو تعلیق شد و اتفاقات بهتری علیه این حکومت خواهد افتاد. پس ما باید کنار مردم بایستیم و مورد اینکه 1 می رو
یک خرداد، اول خرداد 22 می رو فراموش نکنیم. این روز روز بزرگی خواهد بود. همه باید کنار همدیگه بیستیم و از برادران افکاری دفاع بکنیم. اگه خارج از کشور هستیم، مقابل کنسولگری ها بریم، مقابل سفارت بریم، در خیابان ها بریم و بتونیم که گزارش هایی رو، یعنی شبکه های خبری رو بتونیم جمع بکنیم که و این رو به گوش مردم و سازمان ها برسونیم که با این اتحاد و یک پارچگی بتونیم نوید و وحید افکاری رو از زندان آزاد بکنیم. مرسی از توضیحاتتون و ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. ممنون از دعوتتون. جا شده و برای که نشون بدن ما امنیت رو داریم برقرار میکنیم، انسانهای بیگناه رو دستگیر میکنن، بدون مدرک بازداشتشون میکنن و بدون مدرک محاکمهشون میکنن و بهشون حکم میدن و زندگیشون رو ازشون میگیرن و حتی بدتر از اون اعدامشون میکنن. من امروز نمیدونم به عنوان انسان قرن 21 با این همه فرهنگ، با این همه تمدن چجوری باید از خودم دفاع کنم، چجوری به انسانها بگم که به من کمک کنن. من هیچ راهی ندارم جز منطق، جز هیچ قانونی صحبت کنم. من راه دومی ندارم. مردم ایران، من بیگناهم. با توجه به شرایط جدید به وجود اومده برای زندانی سیاسی سبا کردافشاری، همکارم زهرا لطفی در این زمینه گزارش میده. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. سبا کردافشاری، زندانی سیاسی و از مخالفین حجاب اجباری، از 18 اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به افزایش فشار بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی مادرش دست به اعتصاب قضا زده است. لازم استش که عنوان کنم این زندانی سیاسی در زندان دو بار دچار خونریزی معده شده. سبا کردافشاری در خرداد سال 98 بازداشت و توسط شعبه 36 دادگاه انقلاب به 24 سال حبس محکوم شد که این حکم به 7 سال 6 ماه کاهش پیدا کرد. راحله احمدی، مادر این زندانی سیاسی، در اطلاعات رسانی به وضعیت دخترش به 31 ماه زندان محکوم شد که در حال حاضر او در زندان اوین محبوس می باشد. لازم استش که عنوان کنم که سبا کردافشاری در فروردین ماه سال جاری با قید وثیقه به مرخصی چند روزه اعزام شد. این زندان سیاسی در حال حاضر در زندان قرچک ورامین محبوس می باشد. سبا در چهارمین روز از اعتصاب قضای خودش نامه ای رو منتشر کرده که من گوشی از این نامه رو براتون میخونم. در تاریخ 11 مرداد سال 97 به دنبال رکود اقتصادی و به خطر افتادن وضع معیشتی مردم در تجمع مسالمت آمیز و در اعتراض به گرانی شرکت کردم. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی در پی 42 سال حکمرانی رویه‌ای جز سرکوب نداشته و هیچ گونه اعتراضی را تاب نمی آورد، تمامی معترضین را که من جزو کوچکی از آنها بودم که در دل خیابان حقوق سلب شدم را طلب می کردم، بازداشت شدم. من دختر 23 سالی هستم که جوانیم را به تباهی کشاندند و تمام زندگیم را نابود کردم. دیگر باید از چه چیزی واهمه‌ای داشته باشم؟ مزه ظلمتان را چشیدم و لمس کردم. آیا چیز دیگری وجود دارد که باید شاهد آن باشم؟ صدای زندانیان سیاسی، صدای معترض جامعه باشیم. 42 سال است که مردم به جمهوری اسلامی نگفتند. زهرا لطفی. شاد باش میگم به ثمر رسیدن مبارزات و اعتراضات جسورانه کارگران شجاع هفت تپه که با تلاشی خستگی ناپذیر تونستن نیشکر هفت تپه رو از بخش خصوصی خارج کنن. با این همه تا رسیدن به تمامی
خواست ها و مطالبات کارگران هفت‌تپه راه زیادی در پیشه، ولی چنین دستاوردی نقطه عطفی هست در مبارزات کارگری. با هم صحبت های اسماعیل بخشی رو میبینیم و میشنویم. وقتتون رو نمیگیرم، بسیار خوشحالم، خیلی مشتاقم بیام وسط جمعیت و کنار دوستانم رفیقام قرار بگیرم. روز شادیه، ولی در آخر احساس میکنم نامردی اگه نفر یاد نکنم. از حامیانمون، از کسانی که به خاطر ما هزینه دادن، از کسانی که به خاطر ما زندانی شدن، دستشون رو میبوسم. یکی از حامیان ما هنوز زندانه، حالا چه کسی خوشش بیاد چه نیاد، ولی به خاطر سر پرونده هفت‌تپه زندانه. به خاطر ما، اگر بخشی از شنیدن صدای کارگران هفت‌تپه بود، یاد میکنیم از سپیده قلیان که زندانی و جاش در این جشن خالیه، کسایی که زندانیش کردی در شهر غریب، مفسد اقتصادی آزاد حامی ما رو زندانی کردی. خانم سپیده قلیان، خانواده محترمش، درود. کارگران هفت‌تپه به یاد همه کسانی هستند که با ما بودن، به یاد همه کسانی هستند که با ما هزینه دادن، برای ما فریاد زدن. در راستای پیروزی هفت‌تپه، کمپین برای آزادی کارگران زندانی اطلاعیه نوشت تحت عنوان سپیده قلیان حامی کارگران نیشکر هفت‌تپه باید فوراً آزاد گردد. قسمت هایی از این اطلاعیه رو براتون میخونم. سپیده قلیان خبرنگار جوان و حامی کارگران نیشکر هفت‌تپه با 5 سال حکم از تیرماه 99 در زندان است. او به جرم دفاع از مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازنشر کردن اخبار اعتراضات این کارگران و به دنبال شکایت اسد بیگی کارفرمای سابق این شرکت بازداشت و زندانی شد. اسد بیگی اخیراً به جرم پولشویی، دزدی و جرم‌های دیگر از شرکت هفت‌تپه خلعیت شد. جرم سپیده قلیان دفاع از مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازنشر اخبار اعتراضات کارگران است. در آستانه سال 1400 او به زندان بوشهر که از محل سکونت خانواده او بسیار دور است تبعید گردید. اکنون دادگاه جمهوری اسلامی حکم خلع ید از اسد بیگی را صادر کرده، یعنی کسی که پشت دستگیری و زندانی شدن سپیده قلیان قرار دارد. از نظر قوه قضایی حکومت مجرم شناخته شده و از شرکت نیشکر هفت‌تپه کنار زده شده، اما او دارد آزاد می‌گردد، ولی پرونده سازی این شخص علیه کارگران و مشخصاً علیه سپیده قلیان که حامی کارگران نیشکر هفت‌تپه است لغو نشده و سپیده همچنان در زندان است. فریدام ناو از همه نهادها و سازمانهای بین‌المللی کارگری انتظار دارد از خواست آزادی فوری سپیده قلیان و بسته شدن پرونده امنیتی وی حمایت و پشتیبانی کنند. سپیده قلیان، کارگران زندانی و معلمان دربند و تمامی زندانی‌های سیاسی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. از همکارم نگار نادری میشنویم اخبار زندانیان سیاسی رو. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. سبا کرده‌افشاری از مخالفین حجاب اجباری و زندانی سیاسی از 18 اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به افزایش فشار به خانواده‌اش و دیگر زندانیان سیاسی و خاص آزادی مادرش دست به اعتصاب غذا زد. لازم به ذکر است این زندانی سیاسی
چندین بار در زندان دچار خونریزی معده شده و این اعتصاب غذا با توجه به مشکل گوارشی موجب نگرانی خانواده اش شده است. بهزاد همایونی زندانی سیاسی روز 20 اردیبهشت 1400 از زندان تهران بزرگ آزاد شد. بنابر گزارشات رسیده بهزاد همایونی یک روز قبل از آزادیش پدرش را از دست داد. بهزاد همایونی عصر روز یکشنبه 9 تیر 1398 در شهرستان آران و بیدگل بازداشت شد و به 5 سال زندان محکوم شد. فاطمه سپهری، خواهر محمد حسین سپهری، معلم زندانی، از انتقال برادرش به بیمارستان خبر داد. همچنین او میگوید که محمد حسین سپهری توسط ماموران جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار گرفته است. محمد حسین سپهری به حکم دادگاه انقلاب مشهد به 6 سال حبس محکوم شده است. سه‌شنبه 21 اردیبهشت تجمع‌هایی از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تهران مقابل سازمان برنامه بودجه کشور و در چند شهر دیگر از جمله اصفهان، رشت، کرمانشاه، مشهد برگزار شد. اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض به وضعیت سخت معیشتی که در تاریخ 14 فروردین توسط عوامل امنیتی در منزلش بازداشت گردید، همچنان در بلا تکلیفی در زندان تهران بزرگ به سر می برند. سخنگوی قوه قضایی ایران مدعی شد رفتار ما با نازنین زاغری مصداق شکنجه نیست. اوایل ماه جاری نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در پرونده جدیدش توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. چهارشنبه 22 اردیبهشت قبول شدگان آزمون استخدامی که کارنامه سبز خوانده می شوند در اعتراض به عدم استخدام خود توسط آموزش و پرورش برای 4 روز پی در پی مقابل مجلس تجمع کردند. در ماه‌های اخیر کارنامه سبزها چندین بار تجمعات اعتراضی مقابل مجلس برگزار کردند. با تشکر از همراهی شما در ادامه با باهره یزدان‌پناه خواهیم بود. با ادامه دور جدید اعتراضات معیشتی و صنفی در ایران، تجمع سراسری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تهران و شماری از شهرهای کشور از جمله شیراز، تبریز، ایلام، کرج، کرمانشاه، قزوین، مشهد، سنندج، خرم‌آباد، عراق برگزار شد. در عراق بازنشستگان معترض به صورت نمادین یک سفره خالی در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی پهن کردند. دور جدید تجمعات بازنشستگان از روز 15 فروردین با شعار علیه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. طی ماه‌های اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی از جمله اقشاری بودند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کافی برگزار کردند. بازنشستگان معترض علاوه بر افزایش سطح مستمری به خط فقر، خواستار ابطال ماده 69 تأمین اجتماعی، افزایش حقوق سالانه و درمان رایگان شدند. در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های برنامه و تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید بر شما خوش.